فعالیت‌های عمده اداره ملی احصائیه و معلومات در راستای تحقق حکومتداری الکترونیکی. اداره ملی احصائیه و معلومات به حیث یک اداره دولتی در راستای جمع‌آوری و نشر ارقام رسمی، ایجاد و انکشاف سیستم‌های معلوماتی در وزارت‌ها و ادارات دولتی، انسجام معلومات جغرافیایی، ارائه خدمات تذکره الکترونیکی و سایر خدمات ثبت احوال نفوس در 34 ولایت و تمامی ولسوالی‌های کشور فعالیت می‌نماید. اداره ملی احصائیه و معلومات با ایجاد سیستم‌های معلوماتی برای حکومت و تطبیق پروسه ملی توزیع تذکره الکترونیکی، نقش مهمی در راستای تحقق حکومتداری الکترونیکی داشته است. اداره ملی احصائیه و معلومات با استفاده از ظرفیت و منابع داخلی خود و با استفاده از تکنولوژی منبع باز و با تطابق با دیدگاه های رهبری دولت و تهداب دیجیتالی سیستم های معلوماتی را ساختند که بعد از این ما وابستگی به شرکت ها نداریم. برخی از سیستم‌های معلوماتی حکومت را که اداره ملی احصائیه و معلومات انکشاف داده است، در ذیل رایه می‌گردد. سیستم هوشمند برشنا. اداره ملی احصائیه و معلومات سیستم هوشمند یا اسبرشنا را به منظور مدیریت عواید مصارف انرژی برق، مرکزی سازی و انسجام معلومات در همکاری نزدیک با شرکت برشنا ایجاد نموده است. این سیستم که در آخر سال 1399 ایجاد گردیده، پس از گذراندن موفقانه مرحله آزمایشی در ولایات پروان، پنجشیر و کاپیسا، اکنون در 27 ولایت و یک ولسوالی که مجموعاً 28 واحد می‌گردد، تطبیق گردیده و کار روی تطبیق آن در ولایات باقی مانده جریان دارد. تا کنون مجموعاً بیش از 550,000 مشترک در آن ثبت و نزدیک به 850,000 بل کردش مجموعی آن بالغ بر 7,367,000,000 افغانی می‌گردد، توزیع شده است. سیستم هوشمند برشنا یا سیستم اسبرشنا برای محاسبات صرفی برق مشترکین، تب بل برق، جمع‌آوری عواید، تسریع روند بلدی، دیجیتال سازی ارائه خدمات برق‌رسانی برای مشترکین شرکت برشنا مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم مدرن و عصری است و جوابگوی تمام نیازمندی‌های فعلی شرکت برشنا است. جای بسیار خوشی و افتخار است که ما همچو ظرفیت‌های فعلا در داخل کشور داریم که سیستم‌های مغلق را مثل اسبرشنا در داخل کشور طراحی و می‌سازیم. الحمدلله نتیجه ډیر ښه و مثبت و یعنی هغه کوم کار چې موږ په ابتدایي مرحله کې د دې سیستم څخه توقع درلود هغه مرحله په بریالیتوب سره ترسره شوه. چې خوشبختانه موږ وشو کولی دغه د پویش ریپلیسمنټ اسبرشنا وګرځو او فعلا د پویش په ځای باندې موږ اسبرشنا څخه کار واخلو. سیستم جدید مدیریت امور مالی افغانستان یا افمس با حمایت وزارت مالی جهت مدیریت امور مالی کشور و همچنان برداشتن مشکلات و محدودیت های سیستم قبلی طرح و ایجاد گردیده است که اکنون در مرحله آزمایش قرار دارد. سیستم جمع‌آوری عواید افغانستان یا ایتاس به همکاری وزارت مالی جهت جمع‌آوری عواید کشور و ایجاد شفافیت بیشتر در قسمت جمع‌آوری عواید ایجاد گردیده است. سیستم های بزرگ مالی دولت به شمول سیستم افمس، سیستم ایتاس که جایگزین سیستم سیتاس می باشد و سیستم اسبرشنا به اساس استانداردهای بین المللی که در قسمت سیستم های مالی وجود دارد و با استفاده از تکنولوژی های معتبر اوپن سورس توسط تیم اداره ملی احصائیه و معلومات طراحی و دیزاین گردیده است. ریلایبلیتی، اویلیبلیتی، اسکیلیبلیتی و انتگریشن اصول اساسی در طراحی و دیزاین این سیستم ها بوده است. من جمله این سی سیستم، سیستم اسبرشنا عملا توسط در افغانستان برشنا شرکت استفاده می شود و دو سیستم باقی‌مانده یعنی افمس و ایتاس در مرحله آزمایش بوده و ما یقین داریم با همکاری و هماهنگی با وزارت مالیه سیستم ها موفقانه تطبیق گردیده و تمام نیازمندی های وزارت مالیه را برآورده می سازد. همچنان این سیستم ها توانایی وصل با سیستم در افغانستان بانک و سایر سیستم های دولت را نیز دارا می باشد. سیستم مدیریت حقوق متقاعدین. سیستم جدید مدیریت حقوق متقاعدین جهت ایجاد سرعت و شفافیت در روند ارائه خدمات برای متقاعدین ایجاد گردیده است. از طریق این سیستم الا سی ماه ثور سال 1400 به بیش از 70,000 متقاعد با تایید تذکره الکترونیکی خدمات ارائه و همچنان اسناد بیش از 75,000 تن متقاعد در این سیستم طی مراحل گردیده است.
این سیستم هر گونه فساد و سوء استفاده را از بین برده و ثبت افراد غیر مستحق به عنوان متقاعد جلوگیری می نماید. د متقاعدین او د حقوقو د مدیریت سیستم چې د تقاعد د خزینې په عمومي ریاست کې عملا ترې ګټه پورته کوي او د نوموړي ریاست ټولې اړتیاوې پوره کوي. د دې سیستم عمده ګټې عبارت دي د متقاعدینو د اسنادو پروسس کول چې متقاعدین د ډیرو سرګردانیو څخه خلاصوي، او بله عمده ګټه یې دا ده چې دا سیستم د الکترونیکي تذکرې پر اساس کار کوي چې دا سیستم شفافیت او روڼتیا رامنځته کوي او د خیالي متقاعدینو څخه مخنیوی کوي. سیستم آنلاین خدمات عامه یا پبلیک سرویس پلتفرم به منظور ایجاد سهولت در روند ارائه خدمات دولتی به شهروندان و تنظیم خدمات عامه تحت یک چت ایجاد گردیده است. با استفاده از این سیستم تمامی خدمات عامه دولتی در کمترین زمان ممکن به گونه ساده، شفاف و با کیفیت عالی ارائه و در طی مراحل درخواستی های شهروندان شفافیت ایجاد و از بروکراسی و فساد اداری جلوگیری می‌گردد. سیستم مدیریت معلومات وزارت تحصیلات عالی یا HEMIS به منظور ایجاد سهولت در ثبت و مدیریت اطلاعات محصلان ایجاد شده که وزارت تحصیلات عالی از آن استفاده می نماید. این سیستم تمام اطلاعات محصلان پوهنتون‌های دولتی و خصوصی را به گونه آنلاین در دسترس مراجع مربوطه قرار داده و از طی مراحل اسناد که زمان طولانی را می گرفت جلوگیری نموده و همچنان شفافیت، سرعت و دقت را در اجرای امور مربوط به تحصیلات عالی تضمین می نماید. دا سیستم د ټولو محصلینو د شمولیت نه نیولې تر فراغته پورې څومره چې ډیټا او معلومات دي په دې سیستم کې درج دي او موجود دي، او دا سیستم کولی شي چې ډېر په اسانۍ باندې د هر محصل ریکارډ، ډیټا، د هغې نتایج، د هغې نمرات ټول مکمل په یو کلیک سره موتاسته معلومات د هغې نه وړاندې شي د سیستم دخوانه. هر محصل کوي شي چې خپل ټول ډیټا، خپل ټول ریکارډ د یوزر آی ډی د خوا چې خپل یوزر نیم لري د سیستم د طریقه ترلاسه کړي. حتی استادان کوي شي چې د خپل محصلینو ریکارډ او ډیټا ټول د سیستم د طریقه وګوري. سیستم تثبیت هویت دیجیتالی افغانستان. سیستم تثبیت هویت دیجیتالی کشور به منظور تثبیت هویت شهروندان ایجاد گردیده است که این سیستم افزون بر دسترسی به معلومات صاف ادبای کشور و شفاف سازی بیشتر پروسه ملی توزیع تذکره الکترونیکی، قابلیت تشخیص افراد مختلف و دارای چندین تذکره با معلومات هویتی متفاوت را در ثانیه ها دارا بوده و با استفاده از این سیستم دیگر نیاز به تثبیت هویت شهروندان با استفاده از آرشیف تذکره ورقی که زمان طولانی را می گرفت نمی باشد. قابل یادآوری است که تاکنون بیش از 30 میلیون ریکارد تذکره ورقی ثبت سیستم شده و روی دیجیتال سازی تذکره بیشتر کار جریان دارد. لازم به گفتن دارد که معلومات هویتی شهروندان کشور چند سال قبل صرف در روی کاغذ بوده که آن هم در وضعیت مناسب نگهداری نمی‌شد. سیستم آنلاین خدمات غیر حضوری ثبت احوال نفوذ به منظور تسریع و شفاف سازی ارائه خدمات ثبت احوال نفوذ به افغان‌های مقیم خارج ایجاد گردیده است که اکنون افغان‌های ساکن در شمار زیادی از کشورهای جهان می‌توانند درخواستی‌هایشان را به گونه آنلاین ارسال، پس از طی مراحل اسناد در دفتر ثبت احوال نفوذ در کابل، خدمات مربوطه را سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای مربوطه دریافت نمایند. قابل یادآوری است که اداره ملی احصای و معلومات بیش از 100 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی فعال در 34 ولایت کشور، برخی از ولسوالی‌ها ایران و امارات متحده عربی دارد که تاکنون نزدیک به 6 میلیون تذکره الکترونیکی را توزیع نموده است. سیستم جمع‌آوری آنلاین ارقام یا ازمس. اداره ملی احصای و معلومات با ایجاد سیستم جمع‌آوری آنلاین ارقام یا ازمس تلاش نموده است تا ارقام و معلومات احصایی را با استفاده از تکنولوژی جمع‌آوری نماید که در این راستا دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته است. قرن بسیار قرن دیجیتالی و قرن تکنولوژی است. از این تکنولوژی باید در عرصه‌های مختلف استفاده کنیم، خصوصا در بخش احصایه که استفاده از تکنولوژی بسیار اهم و مهم است. اداره ملی احصای معلومات توانسته که به صورت وسیع از تکنولوژی استفاده کنه و جمع‌آوری ارقام، چی سروی ها و چی ارقام جاری را به صورت دیجیتالی و به صورت آنلاین جمع‌آوری بکنه و به عرصه وقت ارقام با کیفیت و به موقع را برای استفاده کننده ارقام ارائه و عرضه بکنه. برعلاوه سیستم های یاد شده،
سیستم های ثبت کدرها و مساوات برای اداره امور ریاست جمهوری، سیستم پاسپورت وزارت امور خارجه، سیستم مدیریت امور زندان ها، سیستم ثبت تولدات، پورتال های پروفایل افغانستان، شورای عالی جوانان، ارقام باز افغانستان و تعداد زیادی از سیستم ها و پورتال های دیگر برای حکومت ایجاد گردیده است. سیستم تذکره الکترونیکی با سیستم مدیریت حقوق متقاعدین و سیستم پاسپورت وزارت امور خارجه که آنها را نیز این اداره انکشاف داده قبلا وصل گردیده است. سیستم تذکره الکترونیکی در حال وصل با سیستم پاسپورت وزارت امور داخله و سایر سیستم های حکومت قرار دارد. سیستم های انکشاف یافته در اداره ملی احصای و معلومات با استفاده از تکنولوژی های منبع باز و با در نظر داشت استاندارد های بین المللی انکشاف یافته و قابلیت تغییر و اصلاح را در هر زمان دارد و این خود اجازه می دهد که این سیستم ها در آینده همگیش بتانند با یکدیگر وصل شوند و با مکالمه هماهنگ کار کنند و این خود سبب میشه که رویای حکومتداری دیجیتالی تحقق یابد. افغانستان به سوی دیجیتالی شدن.